مال برسون ایدی آوردن؟ چرا بر ما کیک و کلچه آوردی اینجا؟ چرا قم است اینقدر مرا کم نزن نگه پیش فامیلت؟ حالا از مسئله تخم گذشته نگه. یک چیز صحیح هم هیچ وقتی پخته کردن نتانسته. از وقتی که در خانه شما آمدم بیخی بدبخت شدم که شما گشنا. شما از اول هم تو گشنا بودین. نام خدا. بله بله. نشد اینه. یکی. اون امور ساختگیز بخیلم. میست خودم از تبیه کشش کو. چی نه. بختر فلم گفتم چیست. جوی چوالا. در فضای آزاد میشه که ببینم. یکی میبینم. نشه که خدا این آخسته در کدام جنجال بود. من خبر دارم خواهد اون چی. از چی خبر داری؟ وارد کدام جنجال؟ وارد کدام جنجال؟ من صرف یک بار ازدواج کرد. چرا هر کس که داخل کلاب میشه پس که مبرای این قسم مبرایه؟ بسیار علی، بسیار مقبول. سلام، خوب هستین؟ ایتان مبارک. خوب هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟
سلام هموطنان عزیز، عیدتون مبارک. بر رسیدیم به سومین شب عید که دیگه عیدم خلاص میشه، نه تنها برای مردا خلاص میشه، برای دخترها 7 شب و 7 روز عید است. خدا کنه که عید تا این روز و تا این ساعت و تا این شب به خوبی خوشی سپری کرده باشین. آهنگم خدا کنه داشتنش لذت برده باشیم و ما هم برنامه خیلی خوبی را در پیش رو داریم، با ما همراه باشین. بله، جا داره که ما هم سلامای گرم و صمیمانی خود خدمت تمامی هموطنان عزیزم تقدیم بکنم. ان شاءالله که جور و صحتمند باشین. شب سوم عید است، قسمی که مستوره گفت، با شما خوبان هستیم و آرون جان صدیق همچنان در کنار ما هستن و آهنگ خیلی زیبا رو اجرا کردن برای شما که شما شنیدین و دیدین که چقدر مقبول بر ما اجرا کردن. آرون جان خیلی خوش اومدی، عیدت مبارک. سلام گیتا جان خدمت شما، سلام مستوره جان خدمت شما، عید شما مبارک باشه. تشکر. عید همکارای شما مبارک باشه و ما سلام تقدیم میکنم خدمت هموطنای عزیز ما. دوستان عزیز در هر کجایی که هستین عیدتان مبارک باشه، صد سلامت باشین. هارون جان به ما بگوین که روز سوم عید است، روز عید کجاها رفتین؟ روز سوم عیدم خلاص شده، که سوم عید کجا رفتین؟ سوم عید خب من مختص برای تلویزیون آریانا آماده بودم که خوشبختانه آمدم و بعد از این ببینین که چی میشه. آرون جان قسمی که مسئول در شروع در صحبت های خود یادآور شد، گفته که ما خانم ها 7 روز و 7 شب و نیفام میکنیم، قسم عید داریم، عید شما را بخید که خلاص کرد، دیگه شما دیگه عید نداریم، شما 3 روز از خلاص میشه. والا از ما نام خدا زیاد است. خب از ما هنرمندا فکر میکنم حتی از خانمام که زیادتر رسیدی شد. واقعیت است، چون ما در مجالس در پارتی های دوستای ما اشتراک میکنیم و اکثرا عید ها را در رسانه ها می باشیم که خوشبختانه امشب ایجا هستیم و از این طریق عید مبارکی کردیم امرای هموطنای ما. دیگه من در خدمت شما می خواهیم بدانم، شخصا شاید زیاد از هموطنا بخواهی را بدانن که از چیزی که دوزر رو خیلی اگه خواستین جوابتی، ولی میخوایم بدانم که از چه چیزی در زندگیتون خوشتون میایه و چه چیزی بدتون میایه، چیزی که از زندگی زیادش بد میبرین و چی هست و چیزی که خوشتون میایه. مستوره جان طبیعی است که صداقت را سیرم بسیار دوست دارم و چیزی که متنفر هستم او دروغ ریا است. پس آرون جان یک زمزمه میداشته باشین برای ما؟ زمزمه؟ از هر دفعه؟ اما آهنگ گیتار عشق که در یه آخر خیلی دیگه غوغا برپا کرده تا اولی که از طرف داره یه آهنگ خودم هستم که زیاد دوست دارم. یه آهنگ تشکر. روشن کن شبهای مرا، ده کده رویای مرا. روشن کن شبهای مرا، دیکھ کدے رویای مرا. ساز کن از گیتار عشق زمزمے فردای مرا. آرامی منی خوشکامی منی در عشق خواب انگیزه بدنامی منی. ما را متو غرق آهنگ کرده بوده. تشکر. برای یک دکه خوردی. آرون جان این آهنگ را که شما اجرا کردین به نام گیتار عشق، چی باعث شد که شما این آهنگ بخوانین یا اجرا کنین؟ خب عشق دیگه. عاشق بودی؟ وجود آدمی اگر عشق نباشه در وجودش، فکر میکنم به تکامل یا به مکمل شدن نمیرسه. یعنی عشق هر عشقی که باشه، چی عشق به هنر باشه، چی عشق به وطن باشه و میتونه عشق با جانب مقابل آدم همچنان باشه. بله. این پارچه بسیار پارچه بود که شعرش هم بسیار دوست داشتم. این شعرش از
وهاب جان مجیر است، شاعر معاصر ما که احترامات خدمتشان، و کمپوزش ایندی است. دیگه من این پارچه را بسیار دوست داشتم و خوشم آمده بود بازی را خواندم. میزه ما و گیتار جان آماده کردیم، مروه جان هم کمک ما کرد. در خانه خودتان کی کرده؟ خود طبیعی که در خانه یا مادر جانم جور میکنن، همشیره میشن، مسافر هستن، ولی مادر جانم شما دیگه نکردین؟ شما دوست ندارین؟ تنبل هستین؟ نه نه نه، خواهش میکنم، همکاری میکنم، کمک میکنم هم بشن. یاد دارین آشپزی بگپاره؟ بله. خب، چی را بیشتر خوشمزه و مزدار پخته میکنین؟ گیتا جان، من راستش تخمه. یاد نداشتم. خب. از مسئله تخم گذشته نگم. راستش آشپزی را بلد نبودم، ولی بالاخره یک زمان شد که ما باید شاید یاد میگرفتیم. شروعی بسیار خوب مزدار پخته کردم میتونم. قابلی بسیار خوب میتونم تهیه کنم. قابلی بسیار خوب. این از ما که در لایق بودیم. کرایی میتونم. یعنی هر چیز میتونم. سلام. سلام، خوب هستین؟ اید شما مبارک. بفرمایید، شما بشینید. سلام به شما. خوب هستین مسعود جان؟ بخیر. پیش از کلی چیزا تشکر از اینکه آوردی. بفرمایید شما. یادت تو کمی چیزی که نه یادم نرفت، خدا بیاره. بیاره. من چیزی که کار داشتم امیده برام چیز کردم. هوا ما آوردی مرا. قایت ما پاک میکنم. هیچ گپ نمی خواهش میکنم. بسیار تشکر. خوشین که من برای شما فکرم هستین به خدا. یک گپ درباره شما خبر شدم. راست است یا نه؟ بفرمایید ببینم. میگن که از مغز سمت راست بسیار فعالیت دارین. دقیق است، از همون جهت زیاد فکرام میکنین. زیر من هم خدا بسیار فعال است. نه نه، از یک از سمت دست راست زیاد میگه فکر میکنین. چرا؟ به من خاطر مویتان سفید شده مقی. بیشتر من فکر میکنم شما میگین که مویتان، چون بسیاری از دوستا هم تا هنوز هم پرسان میکنن که مویتان در کجا ایلایت کردی؟ باز در حال که طبیعی دوستای طبیعی آیلایتش کرده. طبیعی آیلایت هست. خب ما یک گیم داریم امروز شما، اگر شما رضایت داشته باشین شروع کنیم. شما بیاین اینجا. خب ما بیم دیگه. مسئله برد و باخت است. باور داریم. خب مسئله برد و باخت است. اینجا زیر ازی پوکانا پول است. خب چند نه فاصله بگیرین دیگه. از اون نزدیک ما میتونم این دلار است بینش؟ باز افغانیز به دلار تبدیل. یک دقیقه زیاد وقت ندارید. خب افغانیز به دلار تبدیلش میکنید. خب بسیار خوب. شما شروع کنین. وقت ما شروع است. پرسون کنین وقت شروع. یک دقیقه وقت شروع است. یک بفرمایید. دو سه. اما ازاری ریش نازک است. نشد. اینا رو بده کیش بزنم. دلتون هر کدوم. بس دادم کاری کو دیگه. وقت است کم. نه او کله باید. بس دادم تیرا رو بس دادم. خب کلش باید چی شوه؟ بله بله. میتونین میتونین؟ نه مسو جان جمع کن برای تیرا. نه 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 از دیگم خیلی جمع. آفرین نام خدا. آفرین نام خدا. بله بله. نشد اینه. یکی. آها آها وقت چه خمانده؟ خواه یکی دیگه را. یکی دیگه را. نه یکی در جار من نزده. وقت داری. وقت داری. وقت داری ننوز. آفرین. سی ثانیه دیگه. اینه. میتونین؟ اینه. جان عجلا عجلا. وقت کم است وقت. اینه. نشد. نشد. اینه. آه 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 خیلی محکم زدید. چار اینه سه دو یک نشد دیگه. یک ازاری خوشی دیگه نشد. اینال ایده ببینین ما نو رو پشما رو میتیم. چرا؟ با ازاری سوخت دوره نتانستین. اینال اینه قشمانده یک رو پشمانده. بفرمایین بیایید چه قضامت کشیده. خیلی نه نو رو پشما رو بادم میتانیم. دوست است جان؟ نو رو پشما رو میتیم. سعیز پر از شما. از دو ساعت چی از دو ساعت چی هایت نیکست. خیلی او را ما به طور ایدی بر از این تو تقسیم میکنم. نه ما ایدی ما را خواست از پیش آرون جان میکنم. اما از آرین تقسیم میکنم. من بخاطر شما زحمت کشیدم. زد تشکر مسید جان. سلام از دوشید. لطف کردین. من یکم باشه پیشتان. آلی زحمت ما دیگه خوین یک از آریس میتیم میتونم باز که میرین یه میکنیم بسیار زیاد تشکر آرون جان. تشکر از خودتا از اینکه تشریف آوردی و کدام پیام هم داشتن. تشکر از شما گیتا جان. تشکر از مستورا جان. تشکر از تلویزیون آریانا از همکارای شما. هموطان عزیز یک بار دیگه عیدتان مبارک باشه. در هر کجای که هستین جور و ساعت سلامت باشین. اوقات خوش داشته باشیم. ممنونتان. سلامت باشیم. هموطنان عزیز یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم. دوباره زود برمیگردیم. باز هم خوش آمدین هموطنای عزیز. شب سوم عید است و باز هم عید تمام شما مبارک. در خدمت شما ایزان هستیم و شما میتونید که برنامه
ایدانه را از طریق تلویزیون آریانا بیننده باشین. مسئول جان دیگه چطور است؟ شکر خوب هستم گیتا جان. یک همکار عزیز دیگه ایمام در کنار ما هستم، مروه جان مقبول ما که چمشا چقدر مقبول شدم. سلام مروه جان، خوب هستی؟ ایدت مبارک. با گیتا جان دوستایی که برنامه ایدانه را بیننده هستن، انشالله که روز سوم ایدت های لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشن. و مثل فکر کنم که خودت جای رفتی یا نرفتی دیگه، دوستار هم ما از طریق برنامه ها بارها گفتیم که خوب است که از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی تبریکی کنند با دوستا. دیگه خودت یا مسعود جان دیروز خوبی گفتی نکه جای نرفتی مروه. نه والا ما تا فعلا جای نرفتیم، تصمیم ندارم جای برم. دیگه شما چطور رفتین جایی؟ نه مروه جان ما خود جای نرفتیم دیگه. اینا تقریبا سه روز ایدم خلاص شد، در این مصروف برنامه بودیم ما و جای نرفتیم. مسعود را نیفهم که جای رفته نرفته. نه مسعود دختر رو بگفته است در خانه شیش گپای شما را شنید در خانه. بسیار خوب، آفرین. خیلی خب مروه جان خودت هم کجایی نرفتی؟ امروز زیاد مقبولم شدی، لباسات هم بسیار مقبول است. تشکر، تبریکت باشد. فکر میکنم که بریم طرف کاکا بابا. بله میریم طرف کاکا بابا. کاکا بابا هستی؟ سلام. السلام علیکم جان بابا. سلام وطنای عزیز، به برنامه میلیونر خوش آمدین. عیدتان بازم تبریک باشه. امشب همراه خود یک شخصیت بسیار برجسته، یک رئیس خوب، یک دوست بسیار خوب در کنار بس همراه هم با گفته سمیر بیریان بگن که رفیق خوب نیست. من نمیفهم دیگه. سلام علیکم کاکا بابا. و علیکم سلام، بسیار زیاد خوش آمدی. عیدت مبارک باشه. سلامت باشین. عید قربان به شما و خانواده محترمتان مبارک باشه. چیزی که شما گفتین رفاقت در محیط کاری ندارم. در بیرون هم بگه نداری؟ در بیرون هم بسیار کم دارم. انگشت شماری رو یک 34 نفر خوب. و هم که سالها میشناسمش. با بسیاری ها من رفاقت ندارم به خاطر از اینکه امروز نمانده زیاد سمیر، رفاقت هم نمانده. از پیسه بگم همی سمیر جان بیریان راز گفته. من ریزگل گفتم یک پاسپورت بگی که گردیش رو ببرم تداوی میکنم و نمورم برم نگرفتی. برای ریزگل؟ آه کی گفتی برام؟ من گفتم در تلفن گفتم. گردیش عملیات میکنی؟ آه کت خبلای که ششته بودی در زیر درخت چارمغز. اول برم آمد یادم نیست، شاید یادم رفته باشه. چرا گردیش چی شده؟ گردیش خراب شده. یک گردیش خراب. باز من خواستم که گرده راست خود بته بشه. باز... شما باز با یک گرده میتونیم زندگی. با یک گرده زندگی کده بتانم. خب خیر چطور هستی؟ آواز جمع است امشال و سوالان؟ من هم بفهم، من همونطور یک دم مرا گفتن که شما مهمان هستین در برنامه میلیونر کاکا بابا. دیگه من نمیفهم چی سوالات هست. اگر سوالات که مربوط کار من میشه یا مربوط رشته تحصیلی من میشه بله، ولی یک بیرونتر از او یا جدا از او باشه فکر نکنم جواب داده بتانم. اما بازم ببینم شما چی پرسان میکنین. سوالای شما کلا سیخکی و میخکی است. بریم طرف سوال اول. هر سوال ما چهار بودی نداره؟ چهار جواب است. چهار جواب است. سوال متوجه باش. در زندگی او چی است که برات دو بار مفت داده میشه، بار سوم اگر خواستی بگیری باید پیسه بدی. گزیده افتاده میشه، بار سوم اگر خواستی بگیری باید پول بدی. پول بدی. گزیده الف زن، ب دندان، جیم چوکی، دال اجازه بیرون رفتن از گارد. اولش بیرون رفتن از شاید چوکی باشه. چوکی اجازه بیرون رفتن از گارد خود نه، و او هم بقدر بر من سخت نیست که اصلا برای خودم چون من یکان دفتر به خود ما میبرایم. چی دروغ بگه امروز پیش؟ شاید همی دو بار مفت داده میشه، بار سیون باید پول بدید. پول بدی. یکی خود زن بود، دندان بود، چوکی بود و اجازه گرفتن از گارد. آدم خود یک بار ازدواج میکنه؟ دیگه دوباره چهار بار صحیح صورت از لحاظ دینی قبول دارم، ولی از ما رو یک بارم فکر میکنم کافی است. ما را تیر از بار دوم و سومش
چوکی هم برای ما مفت داده شده، راستیش به چوکی پول پرداخت نکردیم تا حالا. به موضوع زبان قلم خود آمدیم، میخوایم به جرأتی را بگویم. اجازه آسی پیسه بخند، مگر برنامه را یکی میبینه، نشه که خدای نخواسته در کدام جنجال مفتی، من خبر دارم خواهد اون چی؟ از چی خبر داری؟ وارد کدام جنجال؟ وارد کدام جنجال؟ من صرف یک بار ازدواج کرد و من رد نمی کنم، دوبار، سه بار، چهار بار، تا چهار بار هم از دین ما اجازه دادم. چوکی نمیفهم ملب، من پیدا نکردم، میره شما بگید لطالستید؟ نه دندانم خوب، بخاطر که یک بار خداوند متعال به شما میتن تا زمانی که مثلا در سن جوانی و در سن بلوغ میرسین اگر بفته یا خراب شوه از بین بره باز میتونه دوباره چی کنید؟ مبرایه؟ آه امی دندان است بستی؟ آه باز من امیره فکر میکردم نه؟ جواب شما درسته بازم چک چک بکنم برم جواب درسته در بار سه هم میری پیش دکتر یا ساختگی جور میکنی؟ ساختگی دندانت من باید پیسه بدی. خب اجازه است که سوال دوم بخیر شروع کنم؟ سوال دوم بفرمایید. سوال دوم، چند روز بتانه یک کس بدون خواب زندگی کنه؟ چند روز؟ آه گزینه الف 8 روز، گزینه ب 2 روز، جیم کل عمر دال ناممکن است. دو روز شاید درست باشه؟ نه شاید نگو یکی شاید، اما تو سو چه پوست کرده؟ ما دو روزش تجربه کردیم، به او خاطر ما گفتم دو روز. 8 روز و مدام العمر خب فکر نمی کنم که امکان داشته باشه یک کسی، بخاطر که خداوند روز را به خاطر کار و فعالیت خلق کرده و شب را به خاطر استراحت و بالاخره به خاطر ازی خلق کرده که ما باید خواب بکنیم و استراحت بکنیم و شب و روز به می خاطر خلق شده. بنان بدون خواب امکان نداره. دو روزش هم تجربه کردیم. در کجا؟ ما تجربه کردیم بعد از دانشگاه. در پیست دانشگاه. اینمی جمبورایی که می شد دو شب دو روز خب وقتی که بلا نی اونجا دو روز تجربه نکردیم. خب چون هر دو فرزند ما تا دو روز تال نخورده که من تا دو روز به زکل سخجان هست تا بله یک شب بودیم تا ساعت 3 در کار بودیم اتفاقا. ینگی نو ما چطور؟ کدام ینگی نو؟ ینگی نو ینگی نو نداریم شما اما یک خب از خاطر برنامه اما یک چیز کاکا بابا بگویم امی زندگی من رک راست ده امی زندگی من چیز پت پنان نیست. تمام مردم عزیزم میفهمن که من یک خانم دارم و دو بچه دارم. از او جدا رسمی هیچ چیز نه رسمی نه غیر رسمی مطمئنم سی کاملا مطمئن هستم من امی رک راست هستم. خیلی جواب شما متاسفانه که غلط هست. صحیحش چی بود خیلی؟ اینجا جواب نیست که من بپالم؟ نه جواب نیست. خب صحیحش چی بود؟ مردم شو خو بکنه نمیکنه. خودت هم گفتی. خوی نمی درست از دگه. نه خود در چهار جواب بازی نبود. گفتی مدام العمر؟ آه دو روز؟ 8 روز؟ ما چند روز گفتیم؟ چند روز؟ چند شو نگفتیم. خب ما در روز؟ نه والا خیلی ما در روز ایش بودم. جوابم دادم نه متوجه خودم نشدم. خب سوال سیوم بریم طرف سوال سیوم بخیر. خب آماده است؟ چطور امکان داره که 5 نفر در زیر یک چتری بره در باران تر نشه؟ الف باران تیز نباشه، ب کالای فراشوتی داشته باشن، جیم ناممکن است، دال هر پنجشان لاغر پژواکار باشه. پژواکاره من فکر میکنم ناممکن است بخاطر که 5 نفر زیر یک چتری اگر باشن امکان نداره که یک نفر یا دو نفرش تر نشه و باران بالاش نباره. چتری خورد کلان داریم حتی چتری داریم که امیر یک بار تکرار کنین جواب باشه. خیلی برو از امین بگذاریم. نه امیر خب جوابش چی بود خیلی؟ یک بار دیگه میشه تکرار کنی یا سوال دیگر بسار؟ نه بار دیگه پیشش نگرد. خب
یک چارپا ببری که یک موتر بخری، یک موتر سکل بخری. من یک چیزی که خوش ندارم موتر است. سالا پیاده رفتیم، بعد از یام پیاده میرم. خب برای ینگه نو یک چیز بخیر بخری. نمیفهم شما هم ینگه نو از کجا شنیده این؟ کی برات گفته؟ چرا می زندگی مرا تلخ می زدید؟ شنیدن کی بود مالن دیدن؟ من ببین ریش صفحه دروغ بگم. تو در کجا دیدی؟ چی دیدی؟ کی دیدی؟ خودت تا دیدم. در کجا؟ باغ بابر. بازمان مامی رو باغ بابر دکه جمعه. بریم طرف سوال بعدی. باز داخل به دل تجمع میکنم. نشک خدای ناخواسته با جیتی شایی به یک نفر. حالا میفهمی کاکا بابا می کسی که با خواهر خود، با مادر خود، با خانم خود، با یک همکار خودم بیرون بره، باز مردم تو فکر میکنه که گویا با این کدام رابطه داره، یا این نمزدش هست، یا این خانمش هست، در حالی که چنین نیست. رابطه ها باید تعریف شه و رابطه های زیادی وجود داره. من خواهر دوی تانم میشناختم. باز خب میشه که با مادرم باشم، میشه که با خواهرم باشم، با همکارم باشم، ولی بسیار کم اتفاق افتیده که من با کسی باشم در بیرون. با کسایی که بودیم هم برای کلگ معلوم بوده. یک جان با خدا ما مزاق کردیم که این قصر آسفی سای برای خوب من نه اوگم نیستم که اگر برنامه را میبینی یک جان کن که من مزاق کردیم که ولو از هر شرق خوب من یک چیز بر تان کاکا بابا ما بگیم. من اگر یک کار بکنم بسیار رک راست میکنم، نه؟ چیزی که در دلم بگذره با زبان میگم. من یک کار کاملا واضح پوزکنده انجام میتونم و از هیچ کسی جز از خدایی که مرا خلق کرده ترس و راست ندارم. اگر یک تصمیمی داشته باشم، یک کار بکنم، هیچ پشت پرده، هیچ پت و پنهانی وجود چیزی ندارم. بریم سر سوال دیگه. انسان باید جرأت اخلاقی داشته باشه. داشته باشه. ما کامروی تو شوخی کردم. سوال دیگه چیست؟ سوال دیگه این است که در یک کلیپ 5 دانه بقه است. 5 دانه بقه؟ در خندق. 5 دانه بقه است. در خندق خو. در توکری خو نمیتونه. یکی هم تصمیم بگیرد که از خندق بیرون بره. خو. در خندق چند دانه بقیه دیگه بمونه؟ 4 دانه. نه، جوابایش خبرت بگو. خب جواب رو بگو. گزینه الف 1 بقه، گزینه ب 4 بقه، جیم 2 بقه، دال 5 بقه. در خندق بقه است؟ آه، خب بقه در کجا زندگی بکنه؟ اونجا تو خوب گذاری بکنه اونجا بوجه. خب 4 تا میدونه. او خود تنها تصمیم میگیره. گفتین 5 بقه از دک خندق. یکیش تصمیم میگیره که خیز بزنه برای در خندق. خب 5 تا تو تارنز اون ابر اومده از خندق. بسیار سوال های سیخ حقیقی میخه که متاسفانه متاسفانه چیز بردم هم یعنی متاسفانه که 1 میلیون هم قذار شد. 1 میلیون قرضدار شده. یک سوال دیگه میتونیم پرسان کنیم میشه میره جواب. نه سوالات تانه غیر مستقیم من جواب دارم. سوال جواب دارم. وقت برنامه تمام است و یکی کبی کسایی که قمارباز از دیده باشی که وقت قمار رو میبره باز دیگه میخواه که دیگه نزنه برای بره. خب با اینه بحال ما خون بردیم. باز اگه سلای دیگه هم هست میگه قمار رو باختین هم معریف از دست نتی. ما خود تو را دست نمیدم. سلامت باشید. شخصیت برجسته، یک همکار بسیار دلسوز، بسیار مهربان. من تو را دست نمیدم. تو را امروز دعوت میکنم میبرم نام خوردن. در کجا؟ در یک هتل را بشناسم که هتلش بسیار پاک و منظم. دیگه ای که دیوالی هم نداری صدقه سرت امروز خیر است. برای دیوالت بگی پیسه نانم من بهتم. بریم در یک هتل که بدون کرونا پاک ستره. بریم نان نوشجان میکنیم. باز تو برو بخیر پناهید به خدا و او شوخیارم که کدم ینگ جان فکرت باشه کلش مذاق بود که تر آدم بسکلا به خدا مثل گل واره. نه ینگ جان به تمام مانا مرم شناسه و خاطر بالای من اعتماد داره. مگه کدام کارم باشه و کدام چیز هم باشه یا چیزک های باشه یا گفته های باشه او خبر میشه از من. اولین کسی که میگه برای شما هست. خب کباب قابلی پلو کدام میشه؟ کباب تکه. بفرمایید. تشکر یک جان عزیز. خداحافظی کنیم یا بریم؟ خداحافظی میکنیم. هموطنان عزیز این بود برنامه امشب ما. تا برنامه آینده شما را به خداوند کریم رحیم بسپارم. عید خوش داشته باشید. بفرمایید آصف حسین. تشکر از شما. عید قربان همه بازم مبارک. کباب تکه.
کباب تکه بلا. خوش آمدین دوستای عزیز به ادامه برنامه و بخش کاکا بابا را هم با هم یک جو دیدیم و شنیدیم و سوالات خیلی جالب دیگه. در این بخش برنامه هم مهمان خیلی دوست داشتنی داریم. این مهمان ما کس است که شخصا و هم دوستش دارم و مستورا جان معرفی میکنه که کی است. بله مروه جان، بانوی خیلی موفق که خیلی زیاد کسا از کارکردهایش آشنا هستن و میشناسنش، با چهره سیاسیش آشناستن. بانو سمیرا رسا سخنگوی فیفا هستن که امروز در کنار ما هستن. ولی ما میخوایم امروز تمام موضوعات در مورد عید باشه و موضوع ما عیدان است. سلام سمیرا جان، خوب هستی؟ سلام، تشکر. شما خوب هستین؟ عید شما همچنان مبارک و همچنان بیننده های عزیزی که شما را از دریچه تلویزیون آریانا تماشا میکنن، عید شما همچنان مبارک. امیدوار هستم روزهای عید خوب و خوش سپری کرده باشن و بعد از این هم سپری کنن. سلامت باشین. خب سلامت سمیرا جان، خودت امروز دیگه متفاوتر از دیگه برنامه ها در برنامه اجتماعی تفریحی هستی. بله. چون همیشه شما در برنامه های سیاسی حضور پیدا کردین، چی احساس داری؟ من واقعا در برنامه اجتماعی وقتی که اشتراک میکنم یک احساس خیلی عجیب میداشته باشم، به خاطر از اینکه همیشه در برنامه سیاسی ما انتظار سوالات جدی را داریم که پرسان کنن سرنوشتی کار چی شد، از این چی شد، دفتر چرا اینطوری کار کرد یا این قسم. ولی در برنامه اجتماعی که میریم حتما از زندگی شخصی پرسان میکنه، از کار پرسان میکنه، باز یکم مشکل تر میشه. سوال ما خیلی جدی هست. نیم سرنوشت سیومی چی شد؟ سیومی شما کجا رفتین؟ روزای ایدال خود قرنطینه است و هنوز هم ما باید که کرونا را جدی بگیریم و قرنطینه هم در نظر بگیریم، هر قدر که بتانیم از تجمعات تا حد امکان جلوگیری بکنیم. بله. روزهای عید در خانه باشیم خوبتر است و ما هم در خانه سپری کردیم شم. یعنی دیگه ما خانه تا نبیم؟ خانه نه، یا این دفعه فضای آزاد میشه که ببینم. اگه اونجای خرید پلان بگی که میمانو ما کنی. حتما حتما، چرا نه، فضای آزاد باشه، شما انتخاب کنین، من در خدمت. بسیار خوب سمیرا جان. خوب است که یک خاطره جالبتان از دورانی که شما در رسانه بودین و معمولا در برنامه های سیاسی زیادتر شما بودین، آیا کدام خاطره جالب دارین؟ مهمانایتان آیا زیادتر جنگای لفظی کردن دیگه بدون شک؟ بسیار جالب بود. بلی یک برنامه لایو بود، اما اکثرا برنامه های من لایو می بودن. در برنامه لایو وقتی که اینا دعوا کردن و امرای یکی دیگه به عوض از اینکه لفظی باید دعوا بکنن، اینا قدر هم جنگشان متاسفانه از لفظی به فیزیکی تبدیل شد که مایک افتید و زیرم و آبم چپه شد سر میز. و جالبتر از اوی بود که همکارای مراقبت نمی‌کردن، من همطور ششته بودم، چون من اونا رو خلاص کردم، میدونستم نه چیز گفتم، میدونستم فقط میگفتم که نظم مراد کنید لطفاً. خود او وقت صدای مرام کسی نمیشونی تایی که باز همکارا آمدن از اتاق فرمان باز امو وضعیت را یکمک آرامش بخشیده. بله. سمیرا جان در مسلکتان خوب بدون شک به نظیر هستین و موفق هستین. میخوایم بدونم در کار خانه و آشپزی هم همقدر موفق هستین؟ آشپزی چیزی است که هیچ وقت من علاقمندش بودیم، نه هم خوش داشتیم و یک چیز صحیح هم هیچ وقتی پخته کردن نتانستیم متاسفانه. در خانه کمی که سهم میگیرم، در قسمت پاکاری خوب است، در خانه سهم میگیرم. خب سبیرا جان، تا حال برسان ایدی آوردن؟ چه قسم منظور تان ایدی باید که به نامزاد ها میبرن؟ نی تابال خود نیاوردن و من بسیارم طرفدار امی تشریفات و طرفدار این موارد سنتی نیستم. ایدی بیار و با این موضوعات من مخالف هستم، خیلی علاقمندی بهش ندارم. من دیشب در برنامه دیشب ما گفتن من ایدی محصول قدر تشریفات کار نشون افتاد، من رو میگن گفتم سعی بیارین همزه کل چیزش کامل باشه. کم بودی نداشت؟ نه، خوب است که آدم خودش استقلالیت داشته باشه که به نیاز به این نشه که تا طرف مقابله قدر زحمت بکشه. منم که چیز امی رسم رواجه، وقتی که اگر بپسندی باز آهسته خیلی چیزای دیگه شان باید بپسندی. وقتی که ما از بعضی جا مبارزه را به شروع کردیم، یعنی وقت استقلالیت زنا را میخوایم، وقتی حق و حقوق اساسی زنا را میخوایم، بازینمی چیز وقتی که تو را یک چیز متکی بسازه که حتما تو توقع داشته باشی که طرف مقابل بر تو یک زمینه را مساعد بسازه، یک چیز را مهیا بسازه، باز اینی ایجا اون استقلالیت خود آدم زیر پرسش میره. این خوب است که می ازدواج بر اساس توافق باشه، بر اساس اونمو رابطه های نیک انسانی باشه که موارد تفاهمی بر خوشبختی انسانی باشه. بهتر است دقیقاً استقلالیت خود ما میگیره
بگیم. اگر تحفه باشه یا ای باشه چونی از دو طرف باشه این مشکل نداره، ولی اگر ایدی باشه و نوروزی باشه باز خیلی موارد دیگه ای است که ایره دنبال کرده میرن. فامیل ها رواج دارن که مثلا شخصا مثلا فامیل خودمارم بگیم رواج دارن که ایدی میبرن ایدی میگیرن، یعنی مثلا هم برای بچه ایدی میبرن هم از برای دخترشون ایدی میارن. این قسم است، یعنی دو طرف است، دو طرف است، این قسم باز ظلم نیست. پس نفر مقابل چقدر خوشبخت باشه دیگه سمیرا جان. بله بدون شک. در لحظات پایانی برنامه هم هستیم، اگر کدام گفتنی و یا هم خودت گفتی که خانه دوستا و فامیلا تا فعلا نرفتین دیگه، اگر کدام گفتنی به دوستا به فامیلایتان دارین از طریق کمره تلویزیون جهانی آریانا بفرمایید. من فقط مجددا ایده به شما هم تبریک میگم، بر همکارانتان هم که اینجا زحمت میکشن، حضور پیدا میکنن و همچنان از بیننده های عزیزی که ما و شما را تماشا کردن، بر کسایی که نه از طریق تلفن یا رسانه اجتماعی برشان تبریکی گفتن میتونیم، حضورشان که حتما رفتن میتونیم به خاطر قرنطینه است، از همینجا برشان ایده تبریکی میگم و بازم زندگی خوش و آرام در فضای صلح و آرامش در کنار خانواده داشته باشن. بسیار تشکر سمیرا عزیز، لطف کردین. هموطنان عزیز، میان برنامه خیلی کوتاه داریم، دوباره زود و زود برمیگردیم. دوست عزیز، باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه. ایده همتون مبارک باشه و انشالله که تا این لحظه اوقات خوب و خوش را با برنامه ایدانه سپری کرده باشین. گیتا جان، در مدلینگ چطور هستی؟ مدلینگ؟ نایفم ولی چطور معلوم میشم؟ نام خدا، هر لباسی که خودت بپوشی دیگه همه تو مقبول مثل مدلا. آیا دوست داری مدلینگ یا چطور؟ بعضی کسا هست راحت هست در مدلینگ دوست داره و بعضی کسا هم نی. مروه جان، قسمی که خودت گفتی بعضی ها علاقمندی کار هستن و بعضی هم نیستن و خداوند برای هر کس یک استعداد داده. و ما فکر میکنم که شاید کار مدلینگ و ای که ما بخوایم یک مدل شم اصلا مناسب من نباشه، یا شاید من استعدادش بگیم نداشته باشم. و خوب است که در کاری که استعدادش نداریم هیچ قدم نمانیم. زحل جان فقیرزاده مهمان ما هستن، مدل، مدل بسیار همتو خوش استایل و خوش اندام. خوش آمدین و برنامه ایدوتن مبارک. سلام به شما، سلام به تمام مردم عزیز، امید که هر جای هستن جور صدمند باشن و ایدشان مبارک. تشکر زحل جان، اید خودت هم مبارک. خوش آمدید میگیم خودت هم مبارک. تشکر، زنده باشی. زحل جان، بر ما قصه کو که روز دوم اید و اول اید، البته سوم اید هم دیگه کم کم خلاص شد، امشب دیگه فکر میکنم باید با ایدام خداحافظی کنیم. خودت کجا رفتی، چی کردی؟ خب این سه روز است، البته همه خانم ها میبینن که باز افروز در روز تجلیل میکنن میگردن با دوستا و فامیل، خانه کاکا ماما اینا. خودت بر ما بگو نقش کیره، یعنی بازی کردی در فیلم، دختر فیلم یا که نقش های دیگیره؟ ما در یک فیلم نقش مرکزی داشتم که من از خواهرشان بودم، یعنی یک فیلم بازی کردم دیگه، اون به نام فیلم غریبی بوده، نمیفهم دیدین یا ندیدین دیگه زیادتر ما در بخش اعلانات مدلینگ دمینا کار. بسیار خوب، اگر مروه جان موافق باشه بیاییم یک نقش خیلی کوتاه بازی کنین شما میجا بر ما. خب چی نقش باشم؟ شما هم کاری میکنین یا نه؟ در نقش ما بسیار ضعیف هستم، اگر گیتا جان امرای خودت همکاری کنه و ما شما دو نفر ببینیم. ولی ما مقدر قوی نیست. ببینیم گیتا جان چطور است. خب چی نقش باشه؟ زال جان، ما ننوی زال جان هستم، زال جانم خانم برادرم است دیگه. خودت دیگه اینال خانه ما آمدی، درست است؟ بسیار خوب، اما تو دیگه شروع کنم دیگه. شروع کنم. تا گفتی اگه تو جنگ. چرا برای ما کیک و کلچه ناوردی اینجا؟ چرا قم است اقدر مرا کم نزن دیگه پیش فامیلت؟ خوراک بیادرت می آورد که ما برات می آوردم، بیادرت که در خانه چیز نبیارم، بعد تو چی نبیارم؟ حالا تنها باید بیادرت باشم، بیادر که بیادرم نبود که برات می آوردم. در وقت که در خانه شما آمدم بیخی بدبخت شدم که شما گشنا. شما از اول هم تو گشنا بودین. ما چرا گشنا بودیم؟ خب من نایفم که چرا قبود مروه جان موقع جنگرام نیستم. خب خیلی اینجا بتر تفسیر کرد، نام خدا من هیچ باورم نمیشد که چقدر گیتا خوب نقش بازی کرد. خب به هر صورت، خب اگر موافق باشین که بریم طرف بازی ببینیم که زحل جان موفق میشه یا خیر. بیا زحل جان خودت اینجا سال جان اینجا است، اینجا اینجا درست است؟ اینجا درست است. خب مقصد در ظرف یک دقیقه خودت میتونی که تمام کوشش میکنم ببینیم چی میشه.
اجل تایم آغاز شد همکارا؟ تایم چروز زال جان او بیشک عجلک عجلک ما همی تیرک ها رو جمع کنم بر خودت سی ثانیه دیگه عجله عجله اون اگه مو یکم بالا رو هم بسید میشه کرد باش که وقت تا کم مانده عجله کن بازی دیده که من نصب کنی که من برای تیرا رو جمع کردیم باش که حالا برنده بشم یعنی وقت پوره شد زحل جان مگم خوب بود یک تشویقش کنی خب بخاطر که ما البته دمو تیرا دست دادیم گیتا جان اگر لطف بکنی زدفونی رو بتی بله بله زحل جان و بخاطر که ما هم جمع کردم تشکر که میمان هستی خودت تشکر تشکر گیتا جان خب از که شما هم مثل ما البته متوجه صحتتون باشین به خاطر که خدای نخواسته کرونا شما رو نگیره خب و تشکری کنیم از میمون بله. عزیزمون تشکر از شما همچنان که مرا در برنامه زیبایتان دعوت کردید سلامت باز حمیدت مبارک از شما همچنان خب تشکر عزیز در این لحظات برنامه یک میان برنامه کوتاه داریم و زود برمیگردیم برنامه دانه ادامه داره و سپاسگزار هستم از شما عزیزان که تا این لحظه ما را دنبال کردیم خدا کنه که شما هم از لحظات که در کنار ما بودین خوشحال بوده باشین و تانسته باشیم لحظات شما را شاد کرده باشیم در این لحظات هم مهمان داریم که مروه جان براتون میگه این مهمان عزیز ما کی هستن بله مهمان ما آقای ادیب سیار ورزشکار در بخش فتنس شما خوش آمدید میگیم در برنامه عزیزتان مبارک من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز که امی لحظه ما شما رو تماشا میکنه عیدشان مبارک عید شما مبارک خدا کنه که روزا عید به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین دور از مریضی ها و ویروس کرونا بله عید ورزشکارا چگونه شروع میشه و چگونه ختم میشه یعنی بعضی چیزا رو ورزشکارا نمیخوره حتی دیدم که باشه خب ورزشکارایی که همیشه رژیم دارن از کلچه هایی که کلچه و کیک و همچنان در سیمیان از خوردن یا نمیخورن دیگه طبق معمول همه میوه های تازه و میوه های خشک میخورن هیچ مشکل ندارن ادیب عزیز بدن یعنی اگر اندام خوب زاده میشه یا ساخته میشه هر دوش بدن خوب ساخته میشه هیچ بدنی زاده نمیشه که یعنی آناتومی از ابتدا که یک شخص تولد شوه اندام خوب داشته باشه و تا وقتی که کلان شوه او شکل نیست فقط در اثر تلاش و کوشش یک انسان میتونه که یک بادی خوب داشته باشه ولی اندام من خدا دادیستم خب ادیب جان در روزهای قرنطین شما آیا ورزش میکردین در کجا ورزش میکردین کلاب باز بود خب بله امی ورزش بود که در روزهای قرنطین مرا از استرسایی که بود و اما مشکلاتی را که اکثرت هموطنان ما چی که اکثرت مردم جهان متقبل شده اما خوشبختانه امو ورزش بود که در کنار ما بود هم با ما بود در روزهای قرنطین هم که ما تانستم که امو با مو ورزش خوش باشم و روزای قرنطینه به خوبی و خوشی سپری کنم ادیب جان رژیم چقدر در بدن تاثیر داره؟ رژیم 70% در بدن رول خدا داره که اکثرا دوستایی را که ما شاید حال هستم که در پشت صحنه هستن و میبینمشان که قبل از قرنطین اگالت دیگر داشتن حالا میبینم بسیار حالت عدیب جان یک سوال است که ایجاز تنها خودتان پاسخ دادم میتونیم یعنی تمام کسایی که مثلا در یک کلب چی میکنن تمرین میتونن چرا هر کس که داخل کلب میشه پس که مبرای این قسم مبرایه خب
یکی در نوجوان ها هست که شاید همون تو یک حس مغروریت به وجودشان رابطه، اما در کل یک کسی که فتنس میکنه اندامش متفاوت تر از یک شخص عادی است. چی بادی بیلدینگ میکنه، چی فتنس میکنه، به خاطر که اون عضلاتش که برجسته میشه، اون برجستگی عضلات سبب از اون شکل بیشتر که گفتی رقم میباشه، سبب اون شکل پوزیشن استاد شدن و نشستنش میشه که اکثر دوستا باز او را فکر میکنند که شاید قصدی کار بکنه. اما یک تعداد جوانایی که نوجوانایی که نو میرن به خاطر از اینکه یک ذره به مردم خود نشان بدن تو یک کار خود. خب آقای ادیب تشکر از اینکه در برنامه اومدین. اگر در آخر یک فیگور شما برید، آیا موافق هستید؟ بله چرا نه. واسه امیدتون مبارک باشه. تشکر از اینکه در برنامه حضور کردید. از شما هم مبارک باشه. تشکر از شما. بفرمایید. خب مسره جان چطور هستی؟ شکر این چطور هستی؟ وای دخترها ما خب بسیار مانده شدیم. برنامه خلاص شد؟ ما از این میوه وقت ما میرسه دیگه بگیریم. چطور؟ حقت میرسه اما فعلا برنامه هنوز خلاص نشده. چی بگی؟ زبایی برنامه هستی؟ خب بسیار ببخشید دوستای عزیز. ما بسیار مانده شده بودم. خسته نباشید. برنامه های دیب و سه روزی در خدمت شما بودیم. البته شبایی. بله. بازم تشکر از تمام شما که بیننده ما بودین. من فکر کردم برنامه خلاص شد، تو دفعتاً در برنامه اومدم. از شما دو تا معذرت می‌خوام که فکر می‌کردم شاید گپای می‌داشتین که من مزاحمتون شدم. نه تو برای مسیج وقت مزاحم نیستی، راحت باش. تشکر زنده باشی گیتا جان و همچنین شما هم خسته نباشین. با وقت خاطر ما زیاد خسته شدیم. اوه مسعود جان خسته نباشی، خوب هستی؟ بخیر. یارو دست نزدین. نه دست نزدیم، به خودت ماندیم. ما رو شناختی. آش. آره. تیف منیجر هستم. همین بیریا. بچیم دیگه در چیز خنده نکنین سر من. ما یک منیجرت پر هستم. هستم نیستم. بله بله. آفرین. فصله بگی. که کرونا است. بیش خود. خب. خب. مسی جان چطور هستی؟ نیای ازی خوشمه. تشکر. خب. او یک گپ دیگه است. خب او را کمرم اینا را میگم که خب از آل نمیگم. شان خیره. بچیم مویای تو میخی. ساختگیس یا اصلیس؟ نه اصلی از خودم است. اونمو اونمو دختر فیلم انیل کپور است. چیست نامش؟ اونمو را ساختگیس بخیالم. نه از خودم است. بیا کشش کو. چی؟ نه دختر فیلم گفتم چیست؟ جوی چوالا اونمو بارستی. نه تو را چیز نمیم سایل نکو. یعنی بگویم گریان میکنیم. خواه گیتو. بله. تو خاص خود هستی، تو را بیاز چیز نمیگم. بله. یعنی دوست نزدیک کردنی؟ دوای نزیم ما بیگانه بودم. دوای نزیم ما بیگانه بودم. نه. آره گه. چیز است. یارا دست نزنین خو؟ به خاطر که نجیب خو میفهمی. یارا کلش دوام زده. خو. کلش میبره خونه. ولی من خوردم. چی خوردی؟ از انگور. خوب است دیگه. خیر دوای زده و فونی زده دیگه چیز نزده. کلش میبره خونه. مقصد خودت نبری نجیب خیر. مقصد بری بخیر دیگه طرف. خود تشکر از خودت از اینکه آمده بودی. مسعود جان زنده باشی. زنده تشکر مسعود جان. نجیب بچم یا جام کیاره. خب دوستای عزیز فکر میکنم لحظات پایانی برنامه هست و باید از حضور شما ایزان خدافظی کنیم. تشکر میکنم از تمام تیم برنامه ما که در این سه شب عید با ما همکاری کردن. از دو همکار نازنین و مروه جان و مسعود جان عزیز همچنان و دیگه همکارا تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. همیشه شاد باشین. باز هم برتان عید خوب و خوش. خدا نگهدار. هموطنان عزیز همه روزتان عید باشه و تمام شبایتان برات باشه و باز هم عید تبریک میگم و خدا کنه که این روزایی که با ما بودین خسته نشوین. الله حافظ. سلامت باشن دوستا که بیننده برنامه بودن. دیگه تمام هموطنان ما از خارج از افغانستان هم بیننده برنامه ما هستن و بودن. وقت خوش، عیدتان باز هم مبارک. بچه‌ام بای بای کنین. بچه‌ام بای بای.